عليكم السلام ورحمة الله، بفرمایید. بعد میخواستم از تلفن شما استفاده کنم بگم به تمام اونایی که حالا اسم شیعه یا اهل به قولن تندروها منظورم، اونایی که خودشونو قفلت، ما الان تو وضعیتی هستیم که داریم از دینمون داریم از یک مرد پیروی میکنیم. بله. خب وقتی میخواییم از رأس دینمون از یک مرد پیروی کنیم، چرا چسبیدیم به علی و غیره؟ مگه ما پیغمبر افضل رو پیدا کنیم بس بریم مستقیم سراغ خود رسول الله؟ چرا اینا نمیدونم اینو دارم به برادرای میگم که نادانسته میگن ما شیعه ایم، ولو یک اتفاقاتی که طبق روایات طبق حقایق تاریخی افتاده چیزایی مشخصه، بس چرا اینقدر تو سر خودشون میدنن؟ من فقط میخواستم از شما تشکر کنم بابت این برنامه های خوبه. سلامت باشین. بابت این اطلاعاتی که ما میتونیم از شما بگیریم، شاید ما اگر شبکه شما نبود خیلی اطلاعاتمون ضعیفتر از این بود. نظر لطف شما است. ولی با شبکه های شما با این اطلاعاتی که ما از شما میگیریم، چون ما خودمونو قبلا تو ایران زندگی میکنیم، یعنی خانواده ما اونجا هستن، تو همین هیئت ها هستن. درست. متاسفانه خیلی خیلی کتابایی که در اختیار اینا هست، کتابای اصلا با عقل مقایسه نمیشه کرد، با قرآن نمیشه مقایسه کرد، یعنی ابهامات برای خیلی ها هست متاسفانه. ولی با این شبکه‌ای که شما دارید خوشبختانه، حالا من کاری به هیچ سیاستی ندارم، فقط از خدا و دینش دارم صحبت میکنم. درست. خیلی درست. خوب واضح نشون میدید، یعنی قشنگ قدرت تشخیص برای هر کسی هست. درست. فقط ازتون تشکر میکنم شهرام. مسلمان‌ها خواهش میکنم، یک دین داریم، یک پیغمبر داریم به نام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. اگر علی افضل بود، اگر بر فرض افضل بود، ما میگیم بود، پس چرا افضل بود؟ چون به پیغمبر نزدیکتر بود، پس از اون پیروی کنیم. درست. چرا میزنید تو سر خودتون؟ چرا بت پرستی؟ این همه امامزاده سیار درست کردن، سرشونو میکنن، یک کم فکر، یک جزئی فکر خیلی درجه به انسان نشون میدن. الان 1400 سال پیغمبر مرده، ما توسط کنیم به خدا از راه اون که نیمد که اونو بپرستیم. درست. خدایی با این عظمت رو ببینید. بس سلام، امیدوارم که سالم زنده باشید. سلامت باشید. درود بر همه شما و کسایی که زحمت میشن. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. تشکر آقا شهرام.